همکارم بابک اسحاقی از همینجا در اسرائیل ما را همراهی میکنه تا جزئیات بیشتری از خبرها رو تا این لحظه از او بشنوی. بابک، هم اکنون من در یکی از پایگاه‌های ارتش اسرائیل هستم. همانطوری که میتونید در پشت سر من ببینید، اسلحه‌هایی که از حماس گرفته شده وقتی که 7 اکتبر وارد اسرائیل شدن در اینجا به نمایش گذاشته شده. تعداد بسیار بسیار زیادی اسلحه‌های سبک، سنگین، موتورسیکلت‌هایی که همانطوری که میتونید ببینید، خمپاره‌هایی که در اینجا تعدادشون بسیار زیاد هست و این تنها اون چیزی هستش که استفاده نشده و بسیاری از اونها در اینجا مونده. اما آنچه که حائز اهمیت هست این هستش که حماس همچنان به جنگ با اسرائیل ادامه میدهد و تلاش میکند که به هر گونه موشک اندازی به سوی اسرائیل را هم ادامه دهد. در کنار اون اسرائیل هم حملات به شمال نوار غزه را همچنان ادامه میده. دیشب یکی از سنگین ترین بمباران ها در داخل نوار غزه انجام شد و در این بمباران ها ارتش اسرائیل میگوید که یکی از فرماندهان ارشد حماس را کشته. اما همچنان هم ارتش اسرائیل به شهروندانی که در شمال نوار غزه هستند دستور داده و که اونها از شمال غزه به جنوب غزه برن. هنوز بیش از 200 تا 300 هزار نفر شهروند عادی در داخل غزه، در شمال غزه، در شهر غزه هستند که اسرائیل از اونها خواسته که اونجا را ترک بکنن. حماس اجازه نمیده که این شهروندان به سوی جنوب برن، حتی وقتی که ارتش اسرائیل جاده اصلی شمال به جنوب را، جاده صلاح الدین را باز کرده. در کنار اون در شمال اسرائیل هم تبادل آتش بین حزب الله و اسرائیل امروز هم همچنان ادامه داشت و اسرائیل مواضع حزب الله لبنان را چند بار در شمال اسرائیل بمباران کرد. امروز نباید از کرانه باختری هم غافل بشیم. کرانه باختری همچنان صحنه نبرد و جنگ های دو طرفه بین اسرائیل و برخی از نظامیان در داخل کرانه باختری بود. اسرائیل همچنان به دستگیری افرادی در داخل کرانه باختری که با حماس در ارتباط هستند ادامه میده. پریسا، همچنان جنگ در این منطقه ادامه داره و آمدن زیردریایی اتمی آمریکا هم یک هشدار و یک تهدید بسیار جدی برای جمهوری اسلامی ایران و برای حزب الله هست که وارد این جنگ به گستردگی نشن تا اسرائیل بتونه کار خودش را در جنوب و با حماس به اتمام برسونه. ممنون از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی، همراه ما بود از نزدیک یک پایگاه نظامی در اسرائیل.